آب و صابون، رنگ‌های گیاهی و تولید هنری متفاوت. هنری 5000 ساله که اکنون هنرمند اصفهانی آن را به شیوهی متفاوت احیا کرده. پشم زمینه رو بریزیم، بعد نقش رو روی اون اجرا می‌کنیم، کمی روی اون آب می‌ریزیم و کمی صابون. از روناس استفاده می‌کنیم، از اسپرک استفاده می‌کنیم، از پوست گردو استفاده میکنیم. خلاقیت در طرح، سرعت در تولید و کاربردی بودن از مزایای هنر نمدمالی. ابریشم رو تلفیق کردم با پشم که اصلا سابقه قبلی نداره، اگر هم بوده به صورت رودوزی بوده. میتونیم یه محصول رو یک پارچه و یک تکه کار کنیم بدون اینکه دوخته بشه. گرچه این هنر در کارگاهی کوچک خلق شده، اما میتواند کاربردی جهانی و به عنوان نماد هنر ایرانی مطرح شود. سه تا اثر که من ارائه داده بودم هر سه نشونه ملی گیره. وقتی شروع میکنیم تا خاتمه خیلی زمانش کمه. نیاز به نیروی زیاد نداره. از بچه‌ها میتونن کار کنن تا آدمای مفید. اما باید برای معرفی هنر ایرانی در جهان تلاش بیشتری شود تا قفل‌ها بر در کارگاه‌ها حک نشود. هنر زیبای نمدمالی به همت استاد قشقایی باز به چرخه تولید بازگشته که اگر به تولید انبوه برسه میتونه درآمد ارزی بالایی رو عاید کشور بکنه.